سلام به شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از ماجرای جنجالی ازدواج و زندگی آقای محمد خردادیان، رقصنده پرطرفدار ایرانی. با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. محمد خردادیان متولد سوم اسفند 1335 در تهرانه. اون یکی از رقصنده های مشهور ایرانه که تجربه بازی و نویسندگی فیلمنامه تئاتر رو هم داره. پدر محمد خردادیان اصالتاً قزوینی و مادرش سبزواری بود که به تهران مهاجرت کرده بودن. پدرش عباس خردادیان با اصلیت قزوینی از اولین سپرسازان ماشین فولکس در ایران بود. محمد دو خواهر و یک برادر بزرگتر از خودش هم داره. رقصیدن را از 5 سالگی از دور همیهای خانوادگی و مهمونی ها شروع کرد. اما ورود حرفه‌ایش به دنیای رقص از 16 سالگی و از اردوی تابستونی رامسر بود. اون با رقص آذربایجانی در جمع دوستان و معلمان و مسئولان اردو از طرف مسئولان به معلم رقص باله معرفی شد و بسیار هم تشویق شد. رقص رو زیر نظر یک معلم فرانسوی در تهران شروع کرد. از همین کلاس ها کمتر از 2 سال به شاگرد ممتاز گروه تبدیل شد و بعد از اون در آمریکا، انگلستان و کوبا هم انواع رقص ها رو آموزش دید. جین بینی بالرین انگلیسی که قبل از انقلاب به دعوت رسمی ایران برای حضور در گروه باله به تهران اومده بود با محمد خردادیان 18 ساله آشنا شد و اونها 1 سال بعد با هم ازدواج کردند. خانم بینی همسر اول محمد خردادیان که در سال 1335 در لندن متولد شده بود و توی یکی از مدارس معتبر هنرهای نمایشی انگلیس رقص رو آموزش دیده بود، قبل از انقلاب وقتی فقط 18-19 سالش بود در اوایل دهه 50 به ایران اومد و توی تالار رودکی توی نمایش‌ها و مراسم‌های هنری اجرای رقص داشت. با زندگی در ایران یواش یواش زبان فارسی رو یاد گرفته بود. خودش در خاطراتش گفته اولین دیدارم با عشقم محمد زمانی بود که اون بلیت اجرای من رو در تالار رودکی از دوستش گرفته بود و برای تماشا به اونجا اومده بود. همه چیز از همون نگاه اول شروع شد و من عاشقش شدم. ما با هم دوست شدیم و اکیپی پنجشنبه جمعه ها به کوه و دربند می رفتیم. اونها می خواستن که من رو با فرهنگ ایرانی و جاهای دیدنی کشور آشنا کنن. اونها من رو به اصفهان و شیراز و شمال ایران بردن و اینطوری شد که عشق من به محمد هر روز عمیق و عمیق‌تر می‌شد. در نهایت هم ازدواج کردیم. نمی‌دونستیم کجا بریم. من می‌خواستم به انگلیس برگردم اما محمد چون هنوز سربازی نرفته بود نمی‌تونست از ایران خارج بشه. در اون سالها اون هنوز رقصنده حرفه‌ای نشده بود اما واقعاً زیبا می‌رقصید. به منم رقص ایرانی رو یاد داد. اون مدتی بعد به خاطر کمردردی که داشت و دیسک کمری که دکترها براش تشخیص دادن از سربازی معاف شد. اوضاع زندگیمون بعد از انقلاب ایران خیلی به هم ریخت. ما از هیچ راهی نمیتونستیم پول در بیاریم چون هیچ کار دیگه‌ای به جز رقصیدن بلد نبودیم که بعد از انقلاب ممنوع شده بود. محمد حتی مدتی رو با یک پیکان قراضه در سطح تهران مسافرکشی میکرد. اما با اون کمردرد شدیدی که داشت براش خیلی سخت بود. اون در ادامه گفته که بعد از انقلاب از ایران به انگلیس رفتیم. خانم جین در سال 2014 کتابی به نام برای عشق محمد به چاپ رسوند و منتشر کرد. اون گفته در زندگی خصوصیمون موفق نبودیم. از همون اول متوجه مشکلاتی شدم و محمد رفتارش با من خیلی سرد بود. تا اینکه بعد از چند سال یه روز خودش اومد و به هم گفت بیماره. من خیلی خوشحال شدم چون بالاخره دلیل اون رفتارها و سردیهاش رو با خودم فهمیدم. همیشه فکر میکردم که یک زن دیگه ای در زندگیشه. زندگی محمد خردادیان و همسرش بعد از 9 سال زندگی مشترک به دلایلی که بعدها خود محمد فاش کرد به جدایی ختم شد. جین بینی چند سال بعد از جداییش از محمد خردادیان ازدواج کرد و صاحب 2 تا دختر هم شد. اما متاسفانه در نهایت در سال 1394 به خاطر بیماری فوت کرد.
اما حرفهای محمد خردادیان در مورد عشق اولش که یک پسر ایرانی بود و عاقبت تلخی هم داشت و همچنین در مورد همسر اولش بسیار جالب بوده. اون گفته که به خاطر حرفهای فامیل و آشنا و خانواده با جین ازدواج کرده. در ادامه خودش گفته من خیلی سختم بود که دروغ بگم. میخواستم از اول همه چیز رو بهش بگم. اما اون توی ایران بود. میترسیدم بهش بگم اون هم از خونه بره و چون توی ایران غریب بود اوضاع سختی براش بشه. اما بعد از انقلاب هم که رفتیم انگلیس باز میخواستم بهش بگم. اما ترسیدم چون با خانواده اون زندگی میکنیم خانوادهش منو از خونه بیرون بندازن. اما وقتی اوضاع کاری و مالیمون به یک ثبات خوبی رسید بهش گفتم. اما این گفتن 7 سال طول کشید. چون هم اون خیلی عاشق من بود هم من خیلی وابستش شده بودم و تا آخرین لحظه عمرش هم همچنان دوستای خوبی برای هم بودیم. البته درک این موضوع که من هم جنسگرا هستم برای جین سخت نبود چون اون در انگلستان بزرگ شده بود و دوستان و اقوام هم جنسگرای زیادی دیده بود. اون یک کتاب هم برای من نوشت که خیلی برای همه جالب بود چون با اینکه شوهر کرده بود و بچه داشت ولی برای من کتابی به نام برای عشق محمد نوشت. اون یه آرتروز خیلی حاد گرفت و دستا و پاهاش کج شده بود. به خاطر تداخل دارویی متاسفانه وقتی که فقط 59 سالش بود اون هم در روز ولنتاین درگذشت. یادمه در سالهای آخر عمرش توی هتل زندگی میکردم. جین و شوهر لبنانیش که اصلاً هم چشم دیدن من رو نداشت هم در همون شهر بودن. اما شوهرش میدونست که من به دیدن جین میرم. صبحا که شوهرش میرفت سر کار من میرفتم خونش و شبها قبل از اومدن شوهرش من رو میرسوند هتل. جین همیشه میگفت ما اتاق اضافه توی خونمون داریم. کاش بیای و با ما زندگی کنی. اما من همش میگفتم که نه من توی هتل راحت ترم. جالبه که اکثرا هم من رو میرسوند هتل و با هم شام میخوردیم و برمیگشت خونش. تا دوباره فردا یا پس فرداش که من صبح به دیدنش برم. زن خیلی خیلی مهربون و با معرفتی بود و من رو واقعا از ته دلش درک میکرد. وقتی که ایران بودم عاشق یه پسری شده بودم. اصلا از قبل از ازدواجم با جین عاشق اون پسر بودم و با هم دوست بودیم. اما مجبور شدم به خاطر شرایط جامعه و خانواده ازدواج کنم. اون هم همیشه در جمع ما بود. هر جا میرفتیم 3 نفری میرفتیم. یعنی من و جین و اون پسر. اما متاسفانه توی این 44-45 سالی که از ایران خارج شده بودم ندیده بودمش. اما متاسفانه با خبر شدم که اواخر دهه 60 توی یک تصادف اتومبیل خودش و همسرش و پسر کوچیکش فوت شدن. فقط 2 تا پسر ازش موندن که شدن پسرخونده های من و از راه دور ساپورتشون میکنم. یکی از کارهایی که انجام دادم وقتی 20 سال پیش به ایران رفتم دیدار اون 2 تا پسر بود. واقعا دوست داشتم ببینمشون. محمد خردادیان که دلیل ایران رفتنش رو بیماری پدرش و آخرین روزهای عمر اون دونسته، اما در همون مسافرت هم عاشق یکی از اقوام دور شد که فقط 21 سالش بود. اون پسر هم که به صورت متقابل عاشق محمد خردادیان شده بود با هم قرار مدار گذاشتن که مدتی در دبی زندگی کنند. محمد خردادیان در مصاحبه‌ای گفته بود که من حتی به خاطر اون خرج‌های زیادی کردم. مدت زیادی در دبی با هم موندیم اما انگار پشیمون شد. نمیدونم چی شد که یه دفعه‌ای برگشت به ایران و من دچار افسردگی شدیدی شدم. بعد هم در پاسخ به این سوال که عکس العمل پدرت در مورد این مسئله همجنسگرا بودن چی بود؟ گفت پدرم با اینکه سواد زیادی نداشت اما بسیار متمدنانه برخورد کرد. وقتی که تلفنی باهاش حرف زدم در روزهای پایانی عمرش بود و گفت شنیدم که شکست عشقی خوردی. قصه نخور بابا جان. عشق جدید باز هم پیدا میکنی. خودت رو داغون نکن. و اینطوری معلوم بود که از ماجرای زندگی من کاملا خبر داره. محمد خردادیان در یکی از مصاحبه‌هاش هم وقتی که ازش پرسیدن چند خواهر و برادر داری؟ گفت 2 خواهر و 1 برادر بزرگتر از خودم دارم که اونها از نظر جنسی نرمال هستن. شاید هم من نرمالم و بقیه آنرمالن. چون من در درونم هم یک زن کامل دارم هم یک مرد کامل. وقتی که در سال 1381 محمد خردادیان به ایران اومده بود، موقع خروج از کشور دستگیر شد و بعد از 21 روز انفرادی و 40 روز زندانی در اوین دادگاهی شد. دادگاه اون رو 10 سال ممنوع الخروج کرده بود تا اینکه این حکم بعد از ماه‌ها در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان تعلیقی کاهش یافت و اون تونست از کشور خارج بشه.
بعد از خروجش از ایران اما در هیچ شبکه‌ای مصاحبه نکرد و چند سال بعد در مورد این تجربیاتش صحبت کرد. محمد خردادیان تجربه موفقی هم در نویسندگی و بازیگری در تئاتر خندداری به نام زندگی مشکوک داشته که در این راه هم واقعا موفق بوده. اون در حال حاضر بیشتر اوقاتش رو در ترکیه یا دبی میگذرونه. در ادامه ویدیوی کوتاهی رو از لایو محمد خردادیان و کامیار خواننده جوان ایرانی ببینید که مخاطبین از محمد خردادیان چه سوالی کردن و اون چه جوابی داده. آره خردادیان شوهرت کجاست؟ به تو چه؟ یا میخوای شوهرم بشی؟ شوهر؟ نه شوهرات کجان؟ نوشته کجان؟ نه کجا؟ یکی دوتا نیست؟ نه تو هر جای دنیا یه دینه دارم. هر زیپ کد میگن ها؟ اینا فکر میکنن که من خجالت میکشم این چیزا. عزیزم خجالت نداره، هر کی یه جور زندگی میکنه. تو بیا با من راحت همه جواباتو میدم. خودشو میخورن ای میان این سوالا میکنن. زندگی رخت خوابی هر کسی به خودش مربوطه اول، بعد به اون پارتنرش. حالا پارتنرش میخواد زن باشه، مرد باشه، متکاش باشه، دستش باشه، سگش باشه، به خودشون مربوطه. خب چویس های دیگه هست باشه غیر از زن خیلی هست او برابونه. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.